الرحمن الرحیم. بحث در کلمات مرحوم میرداماد بود. میرداماد رضوان الله تعالی علیه که خیلی ملا صدرا تمجید او رو کرده با عنوان خیلی عالی از او یاد کرده، استاد امجد، استاد عالی، زمان حیات هم این تعلیقه رو ملا صدرا نوشته، دام زلوه، دام وقاوه. کلام میر داماد کلامی که خیلی متقن هم هست، منتها باید که دقت کرد در کلام ایشون، اینقدر کلامش مندمجه که دیر اشخاص متوجه میشن، ولی خب مطلب معلومه برای اشخاصی که اهل فن روشنه. ملا صدرا حرف ایشون رو وقتی نقل میکنه میگه ایشون قائل به دو مصدریته، یک مصدریت، مصدریت حقه الهیه ایجابیه است، یکی هم مصدریت مقام مشیت و فیض مقدسه. دو تا مصدریت برای خدا قائله. مصدریت اول میفرماد این ذات باری تعالی است. ذات باری تعالی یعلم و ذاته، یعلم و صفاته، یعلم و افعاله، یعشق و ذاته و یعشق و افعاله، یرید و ذاته و یرید و افعاله، ثم اوجده. این مقام واجدیت حق منشأ ایجاد است، مقام تمامیت حق منشأ ایجاد است، چون علم لایتناهی هاست منشأ آن دل ایجاد، قدرت لایتناهی هاست منشأ آن دل ایجاد، اراده لایتناهی هاست منشأ آن دل ایجاد. این صفات ذاتیه این مصدریت برای ایجاد داره، این صفات ذاتیه هم این ذاته. پس مصدریت حق به معنای اول عبارت از اون مصدریت که این ذات باری تعالی است و هو اسماء ذاتیه که التی هی العلم و القدرت و الاراده، این ذات. این منشأ از برای ایجاد، ایجاد چی؟ ایجاد وجود مطلق، فیض مطلق، اراده مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، که همون از تعبیر مشیت میکنیم، حرفی که عرفا زدن که اول ما خلق الله المشیه. میره دامادم با اینکه از فلاسفه هستش، ولی اینجا ذوق عرفانی عنوان کرده که اون ذات باری تعالی که منشأ همه موجودات است، اولین چیزی که ایجاد میکند اون فیض مقدسه، جلوه اطلاقی است. اوجده وجود اطلاقی را که خیر مطلق بوده باشد، مقام مشیت را که کن ایجادی بوده باشد، مقام مشیت را که سلسله محمدیین باشد. این مصدریت اولاست، علیت مصدریت اولا عبارت از اینه. یک مصدریت دوم درست کرده ایشون، مصدریت مشیت برای مادون، برای جبروت، برای ملکوت، برای مثال، برای برزخ، برای ناشود. پس دو تا مبدعیت درست کرده، مبدعیتون لایجاد فیض المطلق، مبدعیتون لایجاد فیض مقید. مقید به چی؟ به جبروت، به ملکوت، به مثال، به برزخ، به ناشود. پس دو تا مستریت میشه، مستریتون حقتون الهیتون، مستریتون زلیه. مستریت زلیه دومی زلیه است که همون جلوه اطلاقی حق منشأ از برای ایجاد آدمی. این دوتا رو ایشون در کلام رو ذکر کرده، منطقه کلام اینقدر مندمجه کسی دیر میفهمه حرفای ایشون رو، حرفای میر داماد رو. حرفای میر داماد رو باید شاگردان مخصوص خودش بفهمن، دیگران نمیتونن بفهمن، چون عبارت مغلقه. خب مراد بعد فرمان یک علیت اضافی هم داریم، بعد از اینکه این دو تا علیت ها محقق میشه، علیت ذات باری تعالی و علیت مشیت محقق میشه، علیت اضافی پیدا میکنی.
علیت اضافی چیه؟ این است که علت و معلول با هم هستن. هازا علتون لذاک و ذاک معلولون لهازا، باب متضاعفن. کل عالمین مع المعلوم، کل معلومین مع العالم، کل علتین مع المعلول، کل معلولین مع العالم. این هم عبارت از علیت اضافیه که این در عبارت مرحوم شیخ طوسی بود. شیخ طوسی منطقه هم فرمودن مستریت یکیست، بعد از مستریت مستریت اضافه ذکر می کردن. شیخ طوسی دوتا مستریت داشتن، یکی مستریت ذات باری تعالی بود، یکی مستریت اضافی بود. میر داماد فرمود نخیر، دوتا مستریت داریم به اضافه یک مستریت اضافی. المستریت الاولا در ذات باری تعالی، ذات باری تعالی است. ذاته به ذاتهی مبدعون للایجاد، ایجاد چی؟ ایجاد خیر مطلق، ایجاد وجود مطلق. و ایجاد وجود مطلق منشأ از برای چیست؟ ایجاد وجود مقید. پس ذات ابتداعاً ایجاد مطلق میکنه، مطلق ایجاد مقید میکنه. این دوتا مستریت میشه. این دوتا مستریت ما هم قبول داریم، مطلب درستیه، خوبه. حالا هر کی هم منکر هستش که بعد باید جوابشو بدیم. خود ملا صدرا البته منکر این مطلبه. خود ملا صدرا 5 تا اشکال به کلام استادش کرده که حالا بعد این رو همه رو متعرض میشه. آقای طباطبایی هم باز همین رو مورد اشکال قرار دادن. ولی ما این حرف رو صحیح میدونیم که مستریت، مستریت ایجابیه نسبت به ذات باری تعالی این ذات است. یک مستریت هم مستریت مقام مشیت است که وجود اطلاقی منشأ از برای مقیدات است. درسته. بیان این مطلب هم به نظر ما همونیست که در عرفان ما صحبت کردیم، منتها ما مفصل تر از این صحبت کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم یک الهیت استقلالی داریم در عالم که اون ذات واجب الوجوده. الهیت استقلالی یعنی حسر به ذاته، لا اله الا هو، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا. کفری نداره در مرتبه ذات برای علیت نسبت به وجود مطلق، کفری نداره، واحد است. یک الهیت دیگه هستش که الهیت مشیت نسبت به مادون مشیت، تعینات مشیته. گفتیم این الهیت الهیتون ربطیتون مطلقه، ما در فلسفه ارقانی هر بزنیم گفتیم الهیتون مطلقتون ربطیه، هم مطلقه هم ربطیه. ربطی برای چی؟ برای اینکه خودش این ربطه به اللهه، فاعلیت هم این ربطه به اللهه. یعنی مشیت است که ایجاد جبروت میکنه، مشیت است که ایجاد ملکوت میکنه، مشیت است که ایجاد مثال میکنه، مشیت است که ایجاد برزخ میکنه، مشیت است که ایجاد ناسوت میکنه. این الهیت، الهیت ربطیه مطلقه است، مقید نیست که یه چیز ایجاد کنه. یعنی تمام ماهیات ممکنه رو ایجاد میکنه، من الجبروت الی الناسوت، من الناسوت الی الجبروت. این رو ما گفتیم، قبول کردیم الهیت مطلقه ربطیه. ما علاوه بر این جناب آقای میر داماد الهیتی هم درست کردیم، الالهیت مقیدت و ربطیه، جبروت نسبت به ملکوت، ملکوت نسبت به مثال، مثال نسبت به برزخ، برزخ نسبت به ناسوت. این هم الهیتی بود که الهیت ربطیه مقیده. مال مشیت ربطیه مطلقه بود، اما مال تعینات مشیت ربطیه مقیده است. ببینید ما سومی هم اضافه کردیم. میر داماد دو تا مستریت گفت، ما سه تا مستریت درست کردیم. مستریت حق نسبت به اصل مقام مشیت، مستریت مشیت نسبت به جبروت، مستریت جبروت نسبت به ملکوت، مستریت ملکوت نسبت به مثال، مستریت مثال نسبت به برزخ، مستریت برزخ نسبت به مال. یک الهیت دیگه هم درست کردیم، الالهیت و ربطیت الاعدادیه در عالم ناسوت. گفتیم کل وجود متقدم این علتون اعدادیتون لوجود المتأخر. ببینید اینا رو ما گفتیم. حالا دمیر داماد فقط دو تا متعرض شده. ما تعرضمون نسبت به
مقام الهیت و مقام مستریت خیلی شد، منتها یکی واجب بقیه همه ممکن، ممکنات هم یکی مطلق یکی مقید، مقید هم یکی مقید جبروتی، یکی مقید ملکوتی، یکی مقید مثالی، یکی مقید برزخی، یکی مقید ناسوتی، نه همه، همه اینا الهیت هم. الهون فی السما و الهون فی الارض، اون چه در عالم مشاهده میشه همش اله هست، الله نور السماوات و الارض، غیر از او چیز دیگه نیست. ولی باید دقت کرد که یکیش واجب بقیه همه ربطی، ربطی هم یکی مطلق بقیه همه مقید، مقید هم یکی مقید جبروتی، یکی مقید ملکوتی، یکی مقید مثالی، یکی مقید برزخی، یکی مقید ناسوتی. پس بنابراین ببینید ما حرف میر داماد رو قبول کردیم، ولی نه اونطوری که ایشون فرموده. ولی آقا این مراتبی که اسلامی میفرمایی چیناتی مقیده دومی میر داماد خوابیده؟ نخوابیده، بلند شده، نخوابیده. نمیتونه که همون اول یک مقیده داشته باشه. خود مشیت، خود مشیت بعدن که مقیداتی که داره ایجاد بکنه، خب اینا مراتب میاد تا ناسوت میرسه. بله، بله. ولی اگه یکی چی بگه مشیت فقط همین رو بیه هیچ میکه نمیشه. باید که همین مقیدات میاد تا مرسه به ناسوت. میخوام همین حرف رو بزنی که واقعا نمیشه، باید مراتب حفظ بشه. نه مراتب، میخوام بگم حفظ هست. نه حفظ نیست. ایشون دو تا رو گفته، ایشون در عبارت شون اگه دقت کنید، من میگم کلمات اصحاب رو مطالعه کنید، برای همینه اگر الان هستش اینجا عبارت دارید بخونید معلوم میشه. دو تا بیشتر ایشون مستریت درست نکرده. مستریت که ما درست کردیم، مستریت فوق دو تاست، منتها واجب یکیست، ممکنش الا ماشاءالله. تمام سلسله علل و معلول همه عبارت از مصدریت. نمیشه یه چیزی علت باشه و مصدر نبوده باشه. یا ما منکر باید بشیم علیت رو در سلسله علل و معلولات، یا باید معترف بشیم، از دو حال خارج بشیم. اگه معترف به علیت شدیم، معناش اینه اون مافوق علت از داره ما دونه. حالا یا علت ربطیش یا علت استقراریش فرق نمیکنه، یا علت اعدادیش. بالاخره نظام عالم نظام علی و معلولی است. شما درست دو تا فرمودید، دو تا رو ما قبول میکنیم از شما، ولی منحصر به دو تا نیست. حرف ما اینه، خوب دقت بکنید، منحصر به این دو تا نیست. چون دو تا آورده، خدا و مشیت و عقل اول، تموم کرده. میگیم تموم نمیشه، میگیم عقل اول منشأ برای عقل دومه، عقل دوم منشأ عقل سومه، جبروت منشأ برای ملکوته، ملکوت منشأ برای مثاله، مثال منشأ برای برزخه، برزخ منشأ برای ناسوته، ناسوت متقدمش، مقدمه شد برای متأخرش. چون بعد این سلسله مراتب رو اصلا هیچی در موردش حرف نمیزنه. همین نگفته، بعد حرف ما همین. میگیم حالا که شما، حالا که شما اومدین مراتب رو حفظ کنی، چرا دو تا مرتبه گفتی؟ اشکال ما به ایشون اینه، چرا دو تا مرتبه گفتی؟ یکی مرتبه واجب الوجود، یکی مرتبه جلوه واجب الفعل. یکی رو گفته لازم، یکی رو گفته ملزوم. یکی مال ملزومه که ذات باری تعالی است، یکی مال لازم که فیضش بوده باشد. میگم آقا جون فیض خدا له مراتب الی غیر النهایه، کل مرتبتین جنبه مستریت داره نسبت به مادون خود. نفی نکرده، یعنی اثباتش این نفی معاذ نکرده. بله اثبات نکرده، فقط حرف ما اینه، اثبات نکرده، اثبات نکرده. ما الان اثبات در مقام اثباتیم، میگیم شما گفتی دو تا، ما میگیم آقا خیلی دو تا گفتی. شما نسبت به محقق طوسی گفتی آقا یکی دومی نداره، بعد گفتی به اینکه در محقق توزه اشتباه کرده دو تا، ما میگیم شما اشتباه کردی سه تا بیشتر از سه تا الی غیر النهایه. هر جا علت و معلول تصویر کردیم، اون علت مصدر است از برای معلول، معلول هم فعل از برای اون مصدر خودش است. هر فرق دیگه نمیده، منتها باید دقت کرد که یک واجب بیشتر، اینو در عرفان گفتیم ما، یک اله مستقل بیشتر در عالم نیست، لا اله الا هو. اینو باید درست کرد.
و الا بقیه همه از شؤون همون ذات باری تعالی هستن با حفظ مراتب الهیت، الهیت مشیتی، الهیت جبروتی، الهیت ملکوتی، الهیت مثالی، الهیت برزخی، الهیت ناسوتی. نه همه اله هم منتها همه اله ربطی هستن، ربطی مستقل، ربطی عالی، ربطی مطلق، ربطی مقید، مقید علی، مقید ادادی. اینا همه جنبه الهیت دارن. پس بنابراین ببینید حرف میر داماد یه مقداری درسته که دوتاش کرده درسته، یه مقداری نادرسته که متوقف شده در سومی، متوقف شده. میگیم نه توقف نکن، توقف نکن، تمام سلسله در معلول این طوری هستش، اختصاص نداره به الله و فیض الله، که بقا الله هست و فیض الله هست و بعد مقیدات. مقیدات هم هر کدوم یه عالی نسبت به دانی داره، فرق نمی کنه. جبروت و ملکوت در عرض هم نیستن، محال در عرض هم باشن. جبروت و ملکوت و مثال همه در عرض هم نیستن. جبروت و ملکوت و مثال و برزخ در عرض هم نیستن. جبروت و ملکوت و مثال و ناسوت در عرض هم نیستن، محال اینو در عرض هم باشن. معنای در عرض هم نبودن همینه، یعنی اون مافوق مستر از بلی مادی. منتها ربطی ربطی ربطی، حالا ربطی مطلق باشه، ربطی مقید، مقیدش هم به نحو علی باشد، به نحو اعدادی. اینا رو باید دقت کرد. کلمات میر داماد رو نه یه دفعه بخونید، چندین بار بخونید، چندین بار بخونید. وقتی اینا رو خوندید و متوجه میشید که عرضی که من میکنم اشکال ما بهشون نیست که چرا متوقف شدی، چرا گفتی دو تاست. هر چه علت و معلول هست به تعداد علت و معلول مصدریته، منتها مصدریت باید گم نکرد که یکی واجب است بقیه همه ممکنه. اینو باید گم نکرد، اینو باید گم نکرد. خیلی خوب، این حرف ما. جناب آقای سبزواری هم همین مطلب رو تایید کرده، منتها ایشون هم متوقف شده در همون حرف ایشون، گفته یک الهیت استقلالی داریم واجب ذات باری تعالی، یکی هم ربطی داریم فیض مقدس. دیگه بقیه باز ایشون هم حرف نزده، ایشون هم حرف نزده. اشکال ما به ایشون هم هست. میگیم بله توجیهی که شما در کلام میر داماد کردید درسته، دو الهیت هست درسته، همین دوتا منحصر به دوتا نیست، تمام سلسله علم معلول اله هستن، تمام سلسله علم معلول مسترند و صادر، مستر و صادر، مستر و صادر، منتها یکی واجب بقیه همه ممکنه هست. خب این هم فرمایش جناب آقای سبزواری، که فرمایش آقای سبزواری که تأیید میر داماد کرده من زنها درسته، حرف میر داماد درسته، آقای سبزواری هم موافقت بایشون کرده درسته، منتها اشکال به هر دوی نیست که ناقصه، درست حرف زدی ولی ناقص حرف زدی، حرف اینه تام حرف بزنید. حالی که بناشو تمام مراتب سلسله معلول ذکر کنید، تمام مراتب مستر و صادر رو ذکر کنید، همه رو ذکر کنید، چرا اختصار کردید به اون دوتا؟ اگه شما میگید همه در عرض همان که دروغه، هیچ موجودی در عرض، موجود جبروتی در عرض مشیت نیست، ملکوتی هم در عرض جبروت نیست، مثالی هم در عرض عالم جبروت و ملکوت نیست، عالم ناسون بر از اونا نیست، همه متأخرات هستن، همه از هم دیگه متأخر، تا قبلی نباشد بعدی درست نمیشه، تا عالی نباشد. برهانش هم برهان امکان اشرفه، که اگه در فلسفه بخوایم بحث فلسفه بکنیم اینه، هر جای اخصی محقق شد قبلش اشرف محقق، برهان امکان اشرف، امکان امکان اشرف اینو میگه، اذا تحقق عالم ناسوت قبلش عالم جبروته، قبلش عالم ملکوته، قبلش عالم مثاله، قبلش عالم برزخ. بدون این عوالم طولیه ناسوت محقق نمیشه. برهان امکان اشرف، اذا تحقق الاخص یدل بر تحقق اشرف. منتها حالا یه دفعه ما ناسوت حساب میکنیم میگیم برزخ، ما یه دفعه برزخ مشاهده میکنیم میگیم مثال محقق شده، مثال مشاهده میکنیم میگیم ملکوت محقق شده، ملکوت مشاهده میکنیم میگیم جبروت محقق، جبروت مشاهده میکنیم میگیم مشیت محقق شده. هر کدوم از اینا هر نازلی دلیل بر اینه که عالی محقق شده، امکان اشرف اینه، اقسام نداره با عالم ناسوت،
کانون این در عالم ناسوت میاد. در کل معلول متأخر که تحقق پیدا کرد، کشف از این میکنه که علت متقدمش محقق شده و الا نمیشه محقق شده. مثل که بگه آقا معلول بلا علت، معلول بلا علت ممکن نیست. خیلی خوب، این حرف ما نسبت به میر داماد و حرف ما نسبت به جناب آقای سبزواری. اما جناب آقای ملا سردار و جناب آقای طباطبایی، این دوتا دوتا مخالفین هستن. اینا مصدریت رو یه دونه میدونن، دوم براش قائل نیستن. مصدر دوم قائل نیستن. و تعجب میکنیم از ملا سردار، تعجب میکنیم که ذوقش عرفانیه. از آقای طباطبایی که ایشون هم ذوقش عرفانیه، تعجب میکنیم از این دوتا. با اینکه فلسفی عرفانی هستن، اینها انکار کردن حرف میر داماد رو. ما اثبات کردیم، منتها توسعه دادیم. اینها اصل مطلب رو انکار میکنن. انکار یعنی چی آقا؟ جناب آقای ملا صدرا، یعنی میگی پروردگار عالم در عرض واحد همه رو ایجاد کرده است؟ یک علت هست و یه دونه معلول، که معلول عبارت از امور کثیره لایتناهی هاست، از علت واحد. اینه میگی که محاله. گفتیم دو تا شی از یه شی محال صادر بشه. شما همه عالم رو یه دفعه میگه از حق صادر شده، نمیشه. این حرف رو میزنی باطله. جناب آقای طباطبایی هم همینطور. اگه مرادتون اینه که میگید آقا جون مراتب رو قبول نداریم، یعنی تمام نظام عالم دفعتن واحده من الحق، نداریم. یعنی صدور کثیر از واحد من حیث انه هو کثیر، من حیث انه کثیر صدر من الواحد من حیث انه هو محاله. ما نمیتونیم معتقده به این بشیم. پس هر حرف فلاسفه است، درسته. فلاسفه متعله غیر حال ملا صدرا اینجا. حالا ملا صدرا در غیر اینجا همه حرفای عرفا رو زده، حالا اینجا اومده این حرف رو زده. میگیم آه اون چیزی که میشه این عبارت از این که واحد ازش صادر میشه علت واحد. از حق ابتداعاً چی صادر میشه؟ امرون واحد، جلوه اطلاقی. از جلوه اطلاقی چی صادر میشه؟ جبروت، یه قید میخوره بهش. بعد از او چی صادر میشه؟ یه قید دیگه میخوره ملکوت. از او چی صادر میشه؟ یه قید دیگه میخوره مثال، یه قید دیگه میخوره برزخ، یه قید دیگه میخوره. تمام اینا با قیود تحقق پیدا میکنه، با حفظ مرتبه تحقق پیدا میکنه، یعنی محالی که در عرض هم تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین حرف این دو بزرگوار رو ما قبول نداریم. حالا خود جناب آقای میر داماد هم برای مطلب خودشون، برای مدعای خودشون سه تا دلیل اینجا اقامه کرده. واحد از واحد صادر شده، که یه وقت میفهمیدید که وجود بسیط هم. این وجود بسیط که از واحد صادر شد که اسمش ها مشیت بذارید، خب بعدن یه مراتب غیر متناهی از اون وجود بسیط صادر میشه. حالا هرچی باشه واحد از واحد میشه دیگه، کسی از واحد نمیشه. چطور آقای ملا صدرا از کجاش معلوم میشه که ایشون معتقده که کسی از واحد صادر میشه؟ معنای عبارتشون همینه دیگه. اگه میگه ما قبول نداریم مشیت منشأ برای جبروت باشه، جبروت منشأ برای ملکوت باشه، معنیش همه اینا در عرض هم از مشیت صادر نمیشه. مشیت یه امر واحد میشه. لا یسترون الواحد الا الواحد. از مشیت خیلی حدت کنه، یک موجود مقید به جبروت محقق میشه. دومی که قید ملکوت داشته باشه محقق میشه. سومی که مثال داشته محقق میشه. اونم از اون محقق میشه. این مراتب از یک دیگر محقق میشه. هم باریک الله. پس حفظ مراتب باید کرد. این حفظ مراتب خب پس واحد از واحد از اول. واحد از واحد. هم با حفظ مراتب. مشیت هم تو تا آخر با حفظ مراتب. بدون حفظ مراتب نمیشه. شما میخواید مرتبه رو الغا کنید، نمیشه. اگه بخواید مرتبه رو الغا کنید بگید جبروت و ملکوت با هم از مشیت صادر میشه، این ممکن نیست. حرف اینه. بله همه از مشیت صادر میشه، اما با حفظ مرتبه. با حفظ مرتبه. حفظ مرتبه که شد میشه مصدر و صادر، مصدر و صادر، مصدر و صادر. خیلی خوب. حالا حرف ما اینجا اینه،
جناب آقای میرداماد سه تا دلیل آورده برای مطلب خودش. سه تا دلیل هم در اینجا ذکر کرده، ملا صدا ذکر کرده این سه دلیل رو. و بر این سه تا دلیل پنج تا اشکال کرده. یه دونه اشکال هم نکرده، پنج تا اشکال کرده. این کلمات میرداماد رو از نظر استدلال مطالعه کنید. اون ادعا بود، حالا استدلال. کلمات میرداماد از نظر استدلال که استدلال کرده به سه دلیل مطالعه کنیم. بعد هم ملا صدا پنج تا اشکال به این استدلالش کرده، اینا مطالعه کنیم. اینا رو باید مطالعه کرد، باید بفهم حرف ایشون چیه اول، اشکال جناب ملا صدا به این چیه ثانیه، و بعد ببینیم اشکالات ملا صدا از وارد یا وارد نیست. هذا تمام کلام.